آشپزخانه بیدار، برنامه آشپزی همراه با خانم بیدار بین. الو، این خوبه؟ ببخشید معذرت میخوام، تکلا بود. با درود فراوان و وقت شما عزیزان در هر کجای این گیتی پهناور ما که هستید، به برنامه هفتگی آشپزخانه لوین ویدا خوش آمدید. این برنامه از قلب اسرائیل و از طریق شبکه جهانی رادیس این و مردمی پخش میشود. با وجودی که قبل از ورودم به استودیو از آقای امیر شای و دوستان دیگرم احوال پرسی کردم، باز هم اینجا مجددن به ایشان درود میفرستم و سپاس از ایشان که در این برنامه مرا همراهی میکنند و به بنده این افتخار میدن، و شما نازنین ها هم که هر روز یک شنبه منتظر من مینشینید تا این برنامه رو اجرا کنم. از یکایک شما با آغوش باز تشکر میکنم. عزیزان، شماره تلفن استودیو که میخواهید با ما تماس داشته باشید 03-67-00-60. با ما همکاری داشته باشید و فراموش نکنید که این شبکه به حمایت شما عزیزان نیاز دارد، به هر طریقی و هر موردی که امکانشو دارید. بعدا درباره حمایت شما و چگونه می توانید به این شبکه کمک کنید صحبت خواهیم داشت. یک آهنگی گوش می کنیم برای مادر، برای اینکه امروز روز عشق و هفته قبل که در خدمتتون متاسفانه نبودم روز خانواده بود، از آقای امیر شای خواهش دارم که ترانه مادر رو پخش کنن تا بعدن به برنامه برگردیم. ناز مشگونه قشنگت، مهربون
محبت خوب من تاج سر من نقبه لالایی تو همدم شبهای من بود گرمی آگوش امنت بهترین مأوای من بود باز مادرم منو صدا کن صدا کن صدا کن فرشته بانو همیشه برام دعا کن باز مادرم منو صدا کن صدا کن صدا کن فرشته بانو همیشه برام دعا بله، صدایی بود و ترانه ای از خانم شکیلا عزیز مادر. و الانم از اتاق فرمان پرسیدم اگه ترانه ای برای پدر داریم. آقای امیر شای می فرمایند بله، اون هم در امتداد برنامه پخش خواهیم کرد. و در سپتامبر 1993 سازمان ملل از بعد از سال 1994 را سال جهانی خانواده در 16 می خواهد اعلام کرد. اینطور من خوندم امروز. این روز فرصت مناسبی برای بررسی مسائل و مشکلات، اطلاع رسانی، مشاوره و صدها مورد اجتماعی دیگر به دست اندرکاران می دهد. در بیشتر کشورها روز جهانی خانواده، روزی پر از فعالیت‌های جمعی و خانوادگی، روزی برای یادگیری و از همه مهمتر روزی برای یادآوری عشق
و احترام به اعضا و محیط خانواده است. چه چیز خوبی. داشتن یک خانواده شاد و خوشبخت تنها با فراهم کردن نیازهای اولیه زندگی به دست نمی آید، اما نگران نشوید، رسیدن به چنین هدفی بسیار آسان‌تر از آن است که تصورش را بکنید. نکات زیری که در بر گرفته از کتاب رازهای ساده خانواده خوشبخت که این کتاب به نام Simple Secrets of Happy Families نوشته شده. برای زندگی خود محل مناسبی انتخاب کنید. در درجه اول گذشته از این حقیقت که محل زندگی خود را با توجه به بودجه و امکانات خود انتخاب می‌کنیم، اما همین انتخاب که گاهی محدودم هست باید با تفکر صورت گیرد. سوال اصلی این است که همسایه‌های شما چه کسانی هستند؟ آیا در این محل تعداد بچه‌های زیادی هست؟ آیا فرزندان شما می توانند به راحتی در خارج خانه رفت و آمد و بازی کنند؟ آیا در این محل مدرسه خوب، کتابخانه، خدمات مشابه وجود دارد؟ به خاطر داشته باشید کسانی که از محل زندگی خود راضی هستند 25% بیشتر از دیگران از زندگی خانوادگی خود راضی هستند. برای اینکه البته معلومه دیگه بچه ها میان خونه شکایت دوستا رفیقاشون رو نمی کنه. سعی کنید با بزرگترها معاشرت کنید. با خواهرها، برادرها، بزرگترهای فامیل، دوستان نزدیک خود معاشرت کنید. حضور این افراد می تواند در ایجاد الگوهای مناسب در فرزندانتان بسیار مؤثر باشد. تحقیقات نشان داده است کودکانی که با دوستان و بزرگسالان دیگر در خانواده معاشرت می کنند شادتر هستند. به آنها بگویید و مرتب بگویید که دوستشان دارید. حتی اگر علاقه بیشتر شما به همسرتان، فرزندانتان امری واضح باشد، آنها باز هم نیازمندند به شنیدن این کلمه ها. از یادآوری عشق خود به عزیزانتان غافل نشوید. این یک شمعه خیلی کوچکی بود که در اختیارتون گذاشتم و خوشحالم که امروز روز خانواده، روز مادر، روز پدر، روز فرزندان شنونده روی خط داریم. بله عزیزم بفرمایید. سلام خانم، تیمور ثابتی از اجدود. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. سلام از ما. تو هفته پیش تشریف نداشتین که روز خانواده من مطلبی تهیه کرده بودم. خیلی دیر بله بفرمایید. دیر نشده میتونم اینو خدمت بله خدمت البته بفرمایید. خواهش میکنم. درباره مادر. شما همیشه لطف دارید به این شبکه. میکنم. ای مادر عزیز که جانم فدای تو. وای وای. قربان مهربانی و لطف و صفای تو. هرگز نشد محبت یاران و دوستان همپایی محبت و مهر و وفای تو. مهرت برون نمی رود از سینه هم که هست، این سینه خانی تو و این دل سرای تو. آن گوهر یگانه دریای خلقتی که در جهان کسی نشناسد بهای تو. مدح تو واجب است ولی کیست آن کسی کاویت برون زی عهد مدح و ثنای تو. هر بهره ای که بردم از حسن تربیت باشد ز فیض کوشش بی منتهای تو. ای مادر عزیزی که جان داده ای مرا، ای مادر عزیزی که جان داده ای مرا، سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو. گر جان خیشم ز برایت فدا کنم، کاری بزرگ نیست که باشد سزای تو. تنها همان تویی که چو برخیزی از میان، هرگز کسی دیگر ننشیند به جای تو. خوشنودی تو مایه خوشبختی من است، زیرا بود رضای خدا در رضای تو. زیرا بود رضای خدا در رضای تو. گر بود اختیار جهانی به دست من،
میریختم تمام جهان را به پای تو. از آقای ابوالقاسم حالت تقدیم به دوستان رادیسین. سلام شما، موفق و معید باشید. مرسی آقای تیمور عزیز، از این همه لطف شما واقعا سپاسگزاریم. ما مجریان این برنامه، شما همیشه ما را مورد لطف و مرحمت خودتون قرار دهید. مرسی عزیز، مرسی. دوستان، نه فقط مادر در زندگانی ما سهمی داره، بلکه پدرم داره و من خودم. یک روزی مطلب هایی خواهم خوند که البته اونها شعرها و نوشته های مادر عزیزم می باشه که یادشان گرامی باد هر دوشون، و هیچ وقت نمیتونم سخنان پدر و مادرم رو فراموش کنم. صحبت هایی که با ایشان داشتم، راز و نیاز هایی که با پدر و مادرم داشتم. پدر و مادرم، خب بله، البته روز اون یک شنبه که خدمتتون نرسیدم، نمیدونم شما ها اینو چطور تحویل بگیرید، توانستم به امید پروردگار و امیدوارم که موفق باشم، با دعای شما عزیزان توانستم وارد بازار فروش کتاب بین المللی شدم. به این دلیل نتونستم بیام. خب حالا عزیزان بیایم و اول از همه اجازه بفرمایید که برای حمایت و کمک این شبکه که همه شماها بهترین لذت و بهترین استفاده ها رو از این شبکه می کنید، شماره تلفن ها رو در اختیارتون خواهم گذاشت. 03-67-60 برای دادن کمک مالی، 03-55-85-83. به این دو شماره تلفن بزنید، کمک های مالی بفرستید، خواهش میکنم. و از همه بهتر، من همیشه مینویسم، همیشه میگویم که این رادیو، این شبکه برای آتیه فرزندانمون هست. چرا برای آتیه فرزندانمونه؟ فرزندان ما در اجتماع سربلند خواهند بود. این بیمه آنهاست. کمک کنید تا فرزندانی سرفراز، سربلند و از ایرانی بودن خودشون شرم نداشته باشن. برای اینکه تا به حال کسی بلند نشد یک شبکه‌ای، یک سازمانی، یک کاری بکنه که بگیم اینا ما هم اینجا هستیم. پس خواهش میکنم دریغ نکنید از کمک کردن. این برای آینده فرزندانمونم هست، علاوه بر اون که خود ما هم استفاده و مستفیض هستیم. خب حالا بیایم سر آغاز برنامه آشپزی خودمون. امروز با اجازتون میخوام دستور یک نوع ترشی بدم که هیچ کس نمیدونه. این اختراعیه منه. بفرمایید بنویسید ترشی کلمبرگ، مواد لازم: یک عدد کلمبرگ، یک عدد هویج، یک عدد خیار، یک عدد کلمسنگ، یک عدد پیاز رازیانه که همون شمار، دو شاخه یا سه شاخه ترخون، دو حب سیر خورد شده، 5 حب سیر خورد نشده درسته، دو سه قاشق سس چیلی، یک عدد فلفل تند، نمک، فلفل، سرکه و شراب به مقدار کافی. برای آماده کردن این ترشی از یک شیشه دهان گشادی استفاده می کنیم. طرز تهیه: کلم رو با گذاشتن در یک کیسه نایلونی یک شب تا صبح در فریز می گذاریم. صبح بازش می کنیم، برگ‌های اونو پراکنده می کنیم از هم و می شوییم، خشکش می کنیم. حالا همه سبزیجات رو در دستگاه خرد کنیم، می‌ریزیم، البته پس از شستن،
و با هم اینا رو خورد میکنیم، در کاسه میریزیم، نمک و فلفل و سس چیلی به مقدار کافی اضافه میکنیم. قسمت های سفت کلمو با چاقو از هم جدا میکنیم، میبریم و اگر برگ های این کلم بزرگ میباشد، یعنی میخوام اینو مثل دلمه بپیچیم که بتوانیم وارد شیشه بکنیم، برگ های بزرگ رو نصف میکنیم و به روی هر قطعه برگ یک قاشق از این مخلوطی میگذاریم، مانند دلمه میپیچیم. دلمه ها رو با دقت در شیشه جایگزین میکنیم و لابلای دلمه ها همونطور که خدمتون عرض کردم سیرهای درست رو میچینیم. پس از اتمام گذاشتن دلمه ها در شیشه، سرکه و شراب به نسبت دو مقدار سرکه یک مقدار شراب به روی دلمه ها میریزیم، سر شیشه رو محکم میبندیم که هوا وارد ترشی نشه و در یخچال میگذاریم. سرو این ترشی بعد از نگه داشتن دو هفته در یخچال خواهد بود. یک آهنگی گوش میکنیم و برمیگردیم. با کلام پدرم بود، عشق تو صحرا من اگه بودم، آب حیاتم توی دست پدر جونه پدر روحه پدر دینه و ایمونه پدر خسته پدر بیزار از این دنیای دیوونه از این دنیای دیوونه از این در خندون ولی گریون
این دنیای دیوونه، از این دنیای دیوونه، از این دنیای دیوونه، از این دنیا تموم شد امیر جان؟ چرا خبر ندادی عزیزم؟ بله، ترانه‌ای بود از برای پدر. فکر نکنید که وظیفه پدری کمتر از وظیفه مادری است. خیر، سختی ها و مشقت های زندگانی برای پدر همیشه خیلی سخت است و پدران معمولاً هنگام به خانه آمدن با روی خندان وارد منزل می شوند تا خانواده ها سختی ها و مشقت های زندگانیشون رو نشنوند و فرزندان فکر می کنند که پدر در تربیت فرزند هیچ مسئولیتی نداره، در صورتی که این اشتباه است. پدران همیشه در مسئولیت و تربیت فرزندانم شریک هستند. خب، برنامه دادم برای ترشی دلمه بود. من اینجا ورقه های زیادی میبینم که حتی خودم هم تو اینها گیجم. و الان کانالونی در خورش. کانالونی یک جور پستاییه که مثل لوله های خیلی کوتاه میمونه، اونها رو پر میکنن. و در یک زمانی هم دستور چیز دیگه خواهم داد که خیلی خوشمزه خواهد بود از این خورش. بفرمایید بنویسید 500 گرم کانالونی، یک عدد پیاز رنده شده، 300 گرم گوشت چرخ شده، یک عدد پیاز خرد شده، 3 عدد قارچ دگمه خرد شده، نیم لیوان گردو، 2 حبه سیر خرد شده، نیم قاشق گرت لیمو امانی، 2 عدد گوجه فرنگی خرد شده، 1 عدد فلفل دلمه‌ای قرمز خرد شده، 1 عدد فلفل دلمه‌ای سبز خرد شده، 10 عدد گوجه بلغانی، 1 قاشق شیره خرما که همون سیلان باشه، نمک، فلفل، پاپریکا، روغن به اندازه دلخواه. پیاز خرد شده رو با کمی روغن سرخ میکنیم، قارچ رو به اون اضافه میکنیم، با هم تفت میدیم. در دستگاه خرد کنی که چرخ میکنن، گوشت رو با قارچ و گردو با هم مخلوط میکنیم. با گوشت کانالی یک دور میشوریم که این مبادا یک خورده هایی داشته باشه و اونها رو از مخلوطی گوشت پر میکنیم، در بشقابی میذاریم. پیاز رنده شده رو با سیر خورد که خورد شده سرخ میکنیم. قطعات گوجه فرنگی و فلفل ها رو به اون اضافه میکنیم. با هم کمی سرخ میکنیم، در کاسه میریزیم. ادویه و گرت لیمو امانی، شیره خرما رو با 2.5 لیوان آب مخلوط میکنیم و در یک ظرف دیواره دار که برای فر مناسب باشه کانولی پر شده رو میچینیم و از این سس به روی آنها میریزیم. گوجه فرنگی های بلغونی رو اطرافش میریزیم، فویل میکشیم، در فر 170 درجه که قبلا گرم شده برای مدت 40 دقیقه میگذاریم. دوستان، اگر اینکه این برنامه رو شما موفق نشدید بشنوید و اگر اینکه احیاناً معذرت میخوام نتوانستید که این برنامه رو به طوری بنویسید، هیچ اشکالی نداره، میتوانید وارد وبسایت من بشید www.elvida.co.il. پست الکترونی من vida1@strudelbezikint.bezikiu.in
@t.net. تلفن همراه من 054-4-68-34-38، البته بعد از اتمام برنامه. هنگام برنامه با این تلفن تماس نگیرید، با تلفن استودیو تماس داشته باشید. عزیزان، 2 هفته قبل متاسفانه که از استودیو خارج می شدم، در هنگام برنامه اجرای برنامه یک خانومی موفق نشده بودن روی خط تشریف بیارن و درد دلشون رو تعریف کنن. پس از اتمام برنامه با ایشان تقریبا 1 ربع 20 دقیقه صحبت کردم. این خانم یک پرستاری هستن در ازور در ناحیه کفارسبا، نرس هستن و این خانم چقدر درد دل خودشون تعریف کردن از اینکه من همیشه در برنامه ها به یکایک شما توصیه میکنم، خواهش میکنم، پیشنهاد میکنم کمک کنید به دیگران، دلجویی کنید، همدردی کنید با دوستانتون، چه ایرانی چه غیر ایرانی، در تماس باشید. از همسایه های اطرافتون اگر تک نفرن تنها زندگانی میکنن دلجویی کنید. این خانم 20 دقیقه تعریف میکردن که الان 1 ماه و 1.5 ماه است در بستر هستن و هیچ کدوم از دوستانشون متاسفانه یک زنگی نزدن که پیشنهاد کمک کنن و این خیلی دردآوره، مخصوصا در جامعه ما. ما ایرانیان که اینقدر خونگرم هستیم، دلجو هستیم، اهل کمک هستیم، واقعا این خیلی دردآوره. من ناراحت شدم و متاسفانه شماره تلفن این خانم رو ندارم. خانم عزیز، اگر شما صدای منو امروز میشنوید، خواهش ازتون دارم روی خط تلفن تشریف بیارید. میخواهید خودتون رو معرفی کنید، نمیخواهید به نام مستعار دوباره این سخنانتون رو به گوش شنوندگان برسونید. خب، من معمولا ایمیل هایی و یا چت هایی، بعضی ها حالا دیگه از ایران یاد گرفتن که وارد اسکایپ من بشون، اون جوان موتورسیکلت عزیزی که خیلی دوستش دارم و متاسفانه نمیخوام نامشون رو اینجا اعلام بکنم و خودشونم میدونن که دوستشون دارم و همیشه در چتا براش مینویسم، پسرم از لطفت متشکرم، امیدوارم روزی باشه که به اسرائیل بیایی، همینجا از پشت استودیو، از پشت میکروفون بغل دست خودم بشینی، دعوتت کنم و اینو بدون عزیزم، خیلی دوستتون دارم. یک آهنگی گوش میکنیم، البته اونجا اتاق فرمان همشون از خودشون دارن کیف میکنن. نگاه کن ستایی وایستادن.
به پایان رسید امیر جان. خب خیلی هم خوب، ولی اینجا جای رقص نیستش، جایی نداره که من برقصم عزیزم، اگه نه یه مقداری از این وزنم کم میشد. خب حالا عزیزان به هم برگشتیم. الی رانجم یه کافهی به من دادی، اینم بیشترش کافه بود نه آب، مرسی. حالا بیم کتلت از گوشت و قارچ که درست میکنن چطوره؟ خیلی خوشمزه است، مخصوصا این بچه های اینجا خیلی دوست دارن، مجریانی که روزهای یک شنبه میان. گاه گاهی من اینها رو یک لفنکی بهشون میکنم، یک چیزی میکنم که غذاهای خوراکایی که دوست دارن بیارم. آقای امیر گفتن نگیم غذا، بگیم خوراک، برای اینکه غذا لغت عربی می باشد. مواد لازم: نیم کیلو گوشت چرخ شده 3 تا 4 عدد قارچ بزرگ، 1 عدد تره فرنگی، 1 عدد یا 2 عدد تخم مرغ، 2 حبه سیر، 2 تا 3 قاشق آرد سمبولینا که همون سولت باشه، نمک، فلفل، زیره، کمی تندی اگر مایل هستید، روغن به مقدار کافی. بعضی اوقات من از روغن استفاده نمی کنم، از اسپری های روغنی استفاده می کنم و اونم اسپری روغنی زیتون می باشد. طرز تهیه: تره فرنگی رو خوب میشوییم که گل نداشته باشه، ریز خوردش میکنیم، قارچ رو میشوییم، اگه لازم باشه پوست خارجی اونها رو میکنیم و خیلی خیلی ریز اینها رو خورد میکنیم. در ماهی تابه اول تره فرنگی رو با 1 قاشق روغن سرخ میکنیم، قارچ خورد شده رو به تره فرنگی اضافه میکنیم، با هم تفت میدیم. پس از خنک شدن همه مواد رو در کاسه‌ای که با گوشت و تخم مرغ، آرد، ادویه مخلوط می‌کنیم، 1-2 دقیقه مهلت می‌دیم تا آرد جذب این مخلوطی بشه. از مواد مخلوطی مقداری برمی‌داریم در کف دستمون، اون رو به شکل کتلت‌های در میاریم. در ماهی تابه با روغن داغ شده که از هر دو طرف باشه سرخ می‌کنیم، البته با حرارت ملایم. سرو این کتلت برای بزرگسالان و حتی کودکان، برای کودکان با ماکارونی، برای بزرگسالان با سبزیجات و یا پوره می باشد. این خیلی مقوی است، خیلی هم خوبه. و ما هفته دیگه که به پیشواز پوری میریم به امید خدای یکتا، اون هم مگیلت استره، مگیلت پوریمه، خیلی برای یکایی که ما واجب است که یا بخوانیم و یا بشنویم، یکی از واجبات می باشد. من ببینم با اجازتون چقدر وقت داریم، تقریبا 1 ربع، اشکالی نداره، میتونم یک دستور دیگری بدم، خورش آلو و لبو خیلی خوشمزه است. مواد لازم: 750 گرم گوشت ران بوقلمون، این هم دستور برای کسانی که گوشت گاو نمیخورن. اگه من دستور گوشت گاو میدم و شما مایل نیستید از گوشت گاو استفاده کنید، میتوانید از ران بوقلمون استفاده کنید. 750 گرم گوشت ران بوقلمون، 2 عدد پیاز رنده شده، 1 لیوان لوبیای چیتی، 1 عدد لبوی متوسط یا همون چغندر خودمون به زبان آسانتر، 10 عدد آلوی بلغونی یا آلو بخارا اگه دارید، 4 لیوان آب، نمک، فلفل، رب گوجه فرنگی، پاپریکا، روغن به مقدار کافی. طرز تهیه: 3 تا 4 ساعت قبل از پختن خورش لوبیا رو باید در آب جوش خیس میکنیم، 1 مرتبه میجوشونیم، آبشو دور میریزیم، در آبکش میریزیم، با آب معمولی میشوییم، به دیگ برمیگردونیم، آب اضافه میکنیم و برای مدت نیم ساعت میپزیم. گوشت را با پیاز رنده شده با کمی روغن سرخ میکنیم. البته اگر شماها اینو در نظر داشته باشید، پیازی که رنده کنید برای خورش
شنونده رو خط داریم. یک دقیقه دیگه با اجازتون ببخشید. پیاز رنده شده برای خورشت اگه استفاده بکنین خیلی خورشتتون خوشمزه تر و غلیظ تر خواهد بود. پس گوشت رو با پیاز رنده شده در کمی روغن سرخ میکنیم، ادویه و رب میزنیم، در دیگ به لوبیا اضافه میکنیم، لبو پوست میکنیم، به قطعات مربعی میبریم، با آلو در دیگ میریزیم، با گذاشتن سرپوش و پس از به جوش آمدن آتش رو کم میکنیم، ملایم تر میکنیم و تا پختن گوشت و کاهش آب خورش به روی آتش نگه میداریم. سرو این خورش با برنج سفید است. البته فراموش نفرمایید اگر اینکه آب برنج، آب خورشت احتیاج به آب داشت، این خورش میتوانید اضافه کنید تا هنگامی که گوشت و لبو پخته شود. با اجازتون شنونده ای رو خط داریم. بله بفرمایید عزیزم. قطع کردن. توف، از شنونده‌ای که روی خط بودن اگر براتون امکان داره دو مرتبه با ما تماس بگیرید. خیلی خوب. از اتاق فرمان سعی خواهند کرد که با ایشان تماس داشته باشند. عزیزان، خواستم درباره یک موضوع امروز صحبت کنم ولی میبینم که وقت نیست. الان اینجا با اجازتون اجازه بدید که یه آهنگ گوش کنیم.
خاطره هاش که فقط میمونه بر جا. هواش هرجی و خوبه، دلم یاد جنوبه، یاد نرگس شیراز، یاد نخلای اهواز، یاد ساحل دانش، یاد گلهای باغش، یاد دختر بنده، یاد بوسی آخر غروب لب دریا. شدیم غرق تماشا، میرقصیم با دلی شاد، همه عاشق و آزاد، همه عاشق و آزاد. عجب حالی امشب، پر از عشق و پر از تب، میریم باز لب دریا، میرقصیم تا به قلبا. عجب حالی امشب، پر از عشق و پر از تب. قلب منو صدا نکن، هنو بس منو دیوونه نکن، موهاتو تو دست باد شونه نکن. پری پریا، گل پریا، تاج سریا. بله، به برنامه خودمون برگشتیم عزیزان. شنونده‌ای که روی خط بود، البته با تلفن دستی من زنگ زده بودن تا اینکه شماره تلفن بگیرن برای حمایت به استودیو، باز هم برای کسانی که ندارن این شماره تلفن رو پخش میکنم: 0367-00060 و یا 0355-858-33. عزیزان، من درباره حمایت و بانک و شماره بانک این شبکه هیچ آگاهی ندارم. به این اشخاصی که شماره تلفنشون رو دادم زنگ بزنید، ولی اگر در مورد دیگری میخواهید با من صحبت کنید، بعد از اتمام برنامه در خدمتتون هستم. من اینجا میبینم که الان وقت ما تقریبا به پایان رسیده و یک مرتبه دیگه وبسایت خودم رو خدمتتون عرض میکنم: www.elvida.co.il. پست الکترونی من vida1@basicint.net. تلفن همراه 0544-68-3438. با ما در تماس باشید، از حمایت کردن دریغ نکنید. باز هم خدمتتون میگم این شبکه برای شما و مال شماست. از هر کجای جهان که هستید می توانید حمایت کنید. برنامه های بعدی برنامه الیران عزیز و سپهریکوی گرامم برنامه شادی خواهند داشت، همونطور که خود شما می دونید، و سپس برنامه خانواده بنایان عزیز و آخرین برنامه، برنامه خانم شیوای نازنین و دکتر سیمای کنگاوری خواهد بود. آغاز هفته خوبی برای یکایی که شما عزیزان آرزومندم. از خودتون نگهداری کنید، برای حفظ سلامتیتون کوشش کنید و فراموش نفرمایید که شعار ما در زندگانی و در اجتماع همدردی، کمک و گوش شنوا برای دیگران است. خدا نگهدار تا هفته آینده. آشپزخانه بیدار، برنامه آشپزی همراه با خانم بیدار بین.